خازنها چطوری کار میکنن؟ در این بخش با انیمیشن خازنها رو مورد بررسی قرار میدیم. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و در صورتی که دوست داشتین این ویدیو رو میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید. خازنها میتونن انرژی رو برای مدتی ذخیره کنن. اگر منبع تغذیه یا همون باتری رو جریان اصلی آب در نظر بگیریم و خازن رو ظرف زیر اون تصور کنیم، خواهیم دید که هر موقع آب اصلی ما قطع بشه، اون مخزن برای مدتی آب ذخیره داره و میتونه به شبکه منتقل کنه. خازنها هم دقیقاً همین کار رو انجام میدن. یه نکته، هرگز و هرگز به پایه‌های خازنهایی که ولتاژ بالایی دارن دست نزنید. در اینجا یک باتری 9 ولت رو به خازن وصل خواهیم کرد. میبینید که الکترون‌ها به سرعت به سمت خازن حرکت میکنن. حالا با نگاهی نزدیکتر و دقیقتر بهش میپردازیم. وقتی به یه خازن منبع تغذیه وصل میکنیم یا همون باتری، الکترون‌ها با سرعت به حرکت در میان و وارد اون خازن میشن. خازن دو صفحه رسانه داره و بین این صفحه ها ماده به نام دیالکتریک وجود داره که از اتصال کوتاه بین دو صفحه جلوگیری میکنه. الکترون ها از قطب منفی باتری به صفحه اول هجوم میارن. این باعث رانده شدن الکترون ها یا بار منفی صفحه دوم میشه. بار منفی صفحه دوم وارد مدار میشن و به سمت قطب مثبت باتری حرکت میکنن. در نتیجه تمام صفحه اول بار منفی و صفحه دوم رو بار مثبت میگیره. حالا خازن ما کاملا شارژ شده. بریم که بهش یک LED وصل کنیم. وقتی LED رو به دو سر خازن وصل میکنیم، الکترون ها یا بار منفی که در صفحه اول خازن ذخیره شده بودن، یه مسیر تازه‌ای رو پیدا میکنن که همون LED ماست. الکترون ها وارد پایه کاتود یا همون منفی میشن و از پایه آنود که مثبته بیرون میزنن که در نتیجه باعث روشن شدن LED ما میشه. حالا صفحه دوم که مقداری الکترون از دست داده بود، کمبود بارش رو جبران میکنه. در اینجا خازن ما دیگه تخلیه شده. اگر از این ویدیو خوشت اومد، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن که کلی انیمیشن علمی در راهه.